Suratul Adiyat. Suratul Adiyat Farsi tarjuma wa tafsir az Ma'arif al-Quran. Muallif danishmand alam Islam Hazrat Allama Mufti Muhammad Shafi Usmani Diyubandi rahmatullah alayhi. Suratul Adiyat Saum Surat Quran Azim Shan. Saum number Surat Suratul Adiyat. Suratul Adiyat Tilawat Suratul Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim wal Adiyat Dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فارسي ترجمة سورة العاديات. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. سورة عاديات در مكة نازل شدة وداراي 11 آیه می باشد. سورت عادیات در مکه نازل شده و دارای 11 آیت می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به نام خدای بی حد مهربان و بی نهایت رحیم. و العادیات ضبحا قسم به اسبهای دوینده خوردم. قسم به آسپهای دوینده پردم. فالموریات قدحن سپس به آسپهای جرقه برانداز. سپس بر آسپهای جرقه برانداز. ان الانسان لربه لکنود. بدون شک انسان برای رب خود ناسپاست. بدون شک انسان برای رب خود ناسپاس است. و انه علی ذلک لشهید. و او این کار را در جلوه میبیند. و او این کار را در جلوه میبیند. و انه لحب الخیر لشدید. و او بر محبت مال پخته است. و او بر محبت مال پخته است. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمی داند وقتی که از قبرها برانگیخته شود. آیا نمی داند وقتی که از قبرها برانگیخته شود. و حصل ما فی الصدور و مستحق می گردد آنچه در سینه هاست. و مستحقق می گردد و مستحقق می گردد آنچه در سینه هاست. و حصل ما فی الصدور و مستحقق می گردد آنچی در سینه هاست. این ربهم بهم یوم اذن لخبیر. بدون شک ربشان
از آنها باخبر است. بدون شک ربشان از آنها باخبر است. تفسیر سورة العادیات از معارف القرآن فارسی، خلاصه تفسیر: قسم به اسبهای دم کشیده که می دوند، قسم به اسبهای دم کشیده که می دوند، سپس بر سنگ سم زده جرقه برمی انگیزد. سپس یعنی بر سنگ سم زده جرقه برمی انگیزند. باز به هنگام صبح غارت می کنند، باز در آن وقت غبار بلند می کنند، سپس آن وقت در جمع دشمنان وارد می شوند. مقصود از آنها اسبهای جنگی است چی جهاد باشد یا نباشد، چون عربا و حرب ضرب و جنگ عادت داشتند و برای آن اسب پرورش می دادند و برای آن اسب پرورش می دادند با مناسبت آن به اسبهای جنگی قسم یاد کرده شد. سپس جواب قسم بیان می گردد که بدون شک انسان یعنی کافر نسبت به پروردگار خویش بسیار ناسپاس است و خود او هم نسبت به آن آگاهی دارد. یعنی گاهی در اول امر و گاهی پس از تعامل نسبت به ناسپاسی خویش احساس می کند و او نسبت به حب مال بسیار پخته است. یعنی و همین سبب ناسپاسی اوست. سپس نسبت به حب مال و ناسپاس گذاری وعید آمده است که آیا آن وقت را نمی داند که مردگان از قبرها زنده گردانیده می شوند و ظاهر می گردد آنچی در دلها وجود دارد. بدون شک پروردگارشان از وضع آنها در آن روز کاملا آگاه و مناسب به آن جزا می دهد. حاصل این که اگر انسان از آن وقت آگاهی کامل می داشت و وضع آخرت برای او مستحضر می شد، از ناسپاس و حب مال باز می آمد. معارف و مسائل سورت عادیات موافق قول حضرت ابن مسعود، جابر، حسن بصری، عکرمه و عطا مکی است. سوره عادیات موافق قول حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت حسن بصری، عکرمه و عطا مکی است، یعنی در مکه نازل شده، و موافق قول ابن عباس، انس، امام مالک و قتاده مدنی است، یعنی در مدینه نازل شده. رواه قرطبی. خداوند در این بعضی از صفات ویژه اسبهای جنگی را یاد آورد. خداوند در این بعضی از صفات ویژه اسبهای جنگی را یاد آور شد و به آنها قسم یاد نمود و با آنها قسم یاد نموده فرمود
که انسان نسبت به پروردگار خیش بسیار ناسپاس است. این امر مکررن در قرآن معلوم شده است که خداوند از میان مخلوقات خیش با بعضی چیزهای مختلف قسم یاد نموده و وقایع و احکام ویژه بیان میکنه. این مختص به حق تعالی است. برای انسان جایز نیست که بغیر از خدا به مخلوق قسم یاد کنه و هدف از یاد کردن قسم مانند عامه قسم ها تحقق بخشیدن با سخن نخویش و نشان دادن به آن است که آن یقینی است. این امر قبلا گذشته که آنچی قرآن به آن قسم یاد نموده مطلبی را بیان می فرماید، آن چیز در ثبوت مطلب دخل دارد و این چیز گویا روی آن مطلب گواهی می دهد. ذکر خدمات سخت اسبهای جنگی گویا بر این گواه گرفته شدند که انسان بسیار ناسپاس است. تشریح آن از این قرار است که بر احوال اسبها با ویژه اسبهای جنگی نظر بیاندازید. آنها در میدان جنگ جان خود را در خطر انداخته چگونه خدمات شاقه در پیروی از دستورات و اشاره های انسان انجام می‌دهند، در حالی که انسان آنها را نیافریده است و آنچه انسان علف و چاره که به آنها می‌دهد خود او آنها را نیافریده است. کار او تنها این است که در رسانیدن رزق آفریده با آنها واسطه قرار می‌گیرد. اکنون به اسبها بنگرید که آنها این حد احسان انسان را چگونه می‌شناسند و قبول دارند که با کمترین اشاره او جان خود را به خطر می اندازند و شدیدترین مشقتها را تحمل می نمایند. در مقابل آنها انسان را بنگرید که خداوند او را از یک قطره ناچیز آفرید. شایستگی کارهای مختلف را در وجود او با وجیعت گذاشته و با او عقل و شعور بخشید. همه چیزهای خود خوردنی و آشامیدنی او را آفرید و همه نیازها و ضروریات او را به صورت سهل و آسان مهیا کرده در اختیار او گذاشت. که عقل حیران میماند، اما او همه این احسان اکمل و اعلا را قدردانی نمی کند. اکنون به تشریح الفاظ آیات توجه بفرمایید. عادیات از عدو مشتق است. عادیات از عدو مشتق است که به معنای دویدن می آید. ذبحاً و العادیات ضبحاً، ضبح عبارت از آن صدای است که به هنگام دویدن اسب از سینه آن بر می آید که بر دم کشیدن ترجمه شده. موریات از ایرا مشتق است. موریات از ایرا مشتق است که به معنای جرقه زدن است. همچنان که
با زدن چخمقا یا مالیدن چوب کبریت آتش روشن می شود. قد جاء قدح با معنای زدن سیم، با معنای زدن سم سطور است. زمانی که اسب هنگام دویدن سم خود را بر زمین سنگلاخ با شدت بزند، با ویژه وقتی که نعل آهنی در پا داشته باشد، پس از زدن آنها حرقه آتش برمیخیزد. مغیرات از اغاره مشتق است. مغیرات از اغاره مشتق است که به معنای حمله و غارت کردن می آید. صبحاً تخصیص با بیان وقت صبح است. صبحاً تخصیص با بیان وقت صبح بر حسب عادت است، زیرا عرب ها به خاطر ابراز شجاعت غارت زدن به شب را عیب می دانستند و پس از صبح حمله می کردند. عصر از اسارت مشتق است که به معنای گرد و غبار بلند کردن می آید. و نقع به غبار گفته می شود. مقصود این که این اسبها در میدان جهان مطلب مقصود این که این اسبها در میدان چنان تیز می دوند که از سمهای آنها غبار بلند می شود. رواه چنان که سعدی می گوید: ز سم ستوران در آن پندشت، با ویژه بلند شدن غبار به هنگام صبح اشاره به سرعت و تیز رفتاری است. با ویژه بلند شدن غبار به هنگام صبح اشاره به سرعت و تیز رفتاری است، زیرا بر حسب عادت این زمان بلند شدن غبار نیست، ولی بر اثر شدت دویدن می تواند غبار برخیزد. فوسط نبیه جمع، یعنی اینها در صفهای دشمن بدون ترس و واهمه داخل می شوند. یعنی آنها در صفهای دشمن بدون ترس و واهمه داخل می شوند. کنود نسبت به معنای آن حضرت حسن بصری فرموده اند، کنود نسبت به معنای آن حضرت حسن بصری فرموده اند کنود کسی است که مصائب را به یاد آورده نعمتها را فراموش کند. ابوبکر واسطه فرموده است. ابوبکر واسطی فرموده است کسی که نعمتهای خداوند را در نافرمانی او صرف کند کنود است. ترمیزی فرموده است کسی که به نعمتی بنگرد و به منعم نعمت دهنده ننگرد او کنود است. ما حاصل همه این اقوال ناسپاس است. بنابراین کنود به ناسپاس ترجمه کرده شده.
وإنه لحب الخير لشديد. عربها بهر نیکی و خوبی خیر میگویند. عربها بهر نیکی و خوبی خیر میگویند. و مال هم نزد آنها به خیر تعبیر شده است. گویا مال فقط خوب و مفید است. حالان که در حقیقت بعض مال انسان را به هزاران مصیبت گرفتار میکند. و در آخرت سرانجام هر مال حرام همچنین است. و گاهی در این جهان نیز مال و بال جان قرار می گیرد. ولی موافق با محاوره عرب ها در این آیه مال با لفظ خیر تعبیر شده است. چنان که در آیه دیگر می فرماید ان ترک خیرا، رواه سوره بقره آیه 189. ان ترک خیرا، که در اینجا مراد از خیر نیز مال است. در آیه مذکور ضمن قسم به اسپاها دو چیز نسبت به انسان گفته شد. یکی این که او ناسپاس است، مصائب و مشقت ها را یاد می کند و نعمت ها و احسان ها را فراموش می نماید. دوم این که در حب مال شدید است. و این هر دو امر از نظر شرع و عقل مذموم می باشند. و هدف در اینجا بیدار نبودن بر این خصائل مذموم است. مذموم بودن ناسپاسی امر بدیهی است، اما مذموم قرار دادن نمال با وجودی که مدار همه نیازهای انسانی است و کسب و اکتساب آن را نه تنها شریعت حلال قرار داده، بلکه به قدر نیاز آن را فرض قرار داده است. پس مذموم بودن مال یا به اعتبار وصف شدت است یا به اعتبار وصف شدت است که انسان در محبت آن آنقدر مغلوب گردد که از احکام خداوند غافل باشد و باکی به حلال و حرام نداشته باشد و یا بدین خاطر که کسب و اکتساب مال و جمع آوری به قدر نیاز مذموم نیست بلکه فرض است، ولی محبت به آن مذموم است، زیرا تعلق محبت به قلب است. حاصل آن این که به دست آوردن مال به قدر ضرورت و مورد استفاده قرار دادن آن با مورد استفاده قرار دادن آن یک فریضه و امر مجموع و امر محمودی است، اما محبت آن در قلب مذموم است. همچنان که انسان نیاز ادرار و مدفوع را بر آورده می سازد و به آن اهمیتی هم می دهد، ولی محبت آنها در قلب نمی باشد. به هنگام بیماری دارو می خورد و نوبت و جراحی می رسد، اما در دل به این چیزها محبت ندارد، بلکه بنابر مجبوری آنها را انجام می دهد. همچنین مؤمن باید نزد خدا چنین باشد که مال به قدر نیاز جمع آوری نماید و
و نگهداری کند و آن را در مواقع ضرورت مورد استفاده قرار دهد، ولی دل او به آنها مشغول نباشد. چنان که مولانا رومی با بلاغت تمام فرموده است: آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک گشتی است، آب در کشتی هلاک گشتی است. یعنی تا زمانی که آب در زیر کشتی باشد، آن به کشتی کمک میکند. اما همین آب اگر در داخل کشتی بیاید، کشتی غرق میگردد. همچنین تا زمانی که مال به دور و اطراف فی کشتی یه دل باشد، مفید است. اما وقتی که در دل وارد شد، موجب هلاکت است. در آخر سوره بنابر این خصلت مذموم با انسان در آخرت وعید بیان گردید. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا انسان غافل نمیداند که وقتی روز قیامت مردگان از قبر زنده گردانیده بلند کرده می شوند؟ آیا انسان غافل نمی داند که وقتی روز قیامت مردگان از قبر زنده گردانیده بلند کرده می شوند و همه سخنهای پوشیده در دلها آشکار می گردد؟ و این را نیز همه می دانند که خداوند از همه این امور آگاست و موافق با آن جزا و سزا خواهد داد. بنابراین کار عاقلانه این است که او از ناسپاسی دست بردارد و در محبت مال آنچنان مغلوب نباشد که بین خوب و بد تشخیص نباشد. فایده: در آیه مذکور دو خصلت بد برای مطلق انسان بیان کرد. در صورتی که بین مردم انبیا و اولیا و بسیار صالح و عابد و وجود دارند که از این خصائل لمضمون پاک و مبرا و سپاس می باشن، و برای صرف کردن مال در راه خدا آماده می باشن، از حرام پرهیز می کنن و وجه نسبت دادن این خصائل مضمون به انسان این است که بیشتر مردم همچنین هستند، از این لازم نمی آید که همه مردم چنین باشد. بنابراین بعضی فرمودند که مراد از انسان در آیه انسان کافر است، که مراد از انسان در آیه انسان کافر است، چنان که در بلا در خلاصه تفسیر بیان گردید، چنان که در بالا در خلاصه تفسیر بیان گردید، حاصل آن این که این هر دو خصلت بد و مذموم در اصل خصلت‌های کافر می باشند. و اگر خدای نخواسته و اگر خدا نخواسته در مسلمان پدید آمدند، او باید در فکر اصلاح قرار گیرد. والله اعلم. تا
تمت سورة العاديات بحمد الله تعالى.